راویان یا به سمت داعی ان یا به سمت امیر معروف و ناهی از منکر ان یا به سمت مفتی و قاضی ان یا به صفت سران نظامی در سنگر داغ نظام ان در هر بحثی که هستند از اینجا باید آموخت. لقد جاءکم رسول من انفسکم، نخستین حس یک رهبر ایست، یک راوی دین ایست. من از نسل رعیتم، من از نسل امتم، من ملک آسمان نیستم، از نفس ایشانم. دوم، عزیز علیه ما عنیتم، هر آنچه که ملت ما را به مشقت و رنج آورد، هر آنچه ملت ما را رنج دهد، هر آنچه ملت ما را آزار و اذیت دهد، اون دقیقا رهبر امت راوی دین امت را نیز رنج و الم و درد دهد. زیرا عزیز علیه ما عنیتم، معنای این آیت در ویژگی های رهبر روایت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم امیس، عزیز علیه ما عنیتم، عزیزانم من که داعیم، هرچی شما را رنج دهد مرا رنج می دهد، هرچی باعث بدامنی شماست مرا بی امن می سازد، هرچی باعث بی عدالتی علیه شماست مرا عدالت خودم را زیر سوال می برد. راوی، ای داعی، ای مفتی، ای قاضی، ای رهبر، هر کسی هستی، از آثار صفت پیامبرم عزیز علیه ما عنیتم، زمنگ و تاسو درد دل امت، کری دل امت، رنجی دل امت، منگ و تاسو ندار غواری. این امیر از ما می خواهد که راوی دین همانا رنج و درد و غم و علمی را که در طی ده ها سال تحمل کرده ایم ایشان از بنیاد برکنن، فضا را طور مساعد کنن، با هم بزیستیم، زندگی کنیم.